در سیف ایسکان نوحیه وسیع در دوره رخوبات های دوری 19 همی گروه بی لیگ اولی کشور در ورشگاه نوحیه رودکی با تیم ریگر تداز رخوبات انجام داد. در سیف ریگر تداز بعد برگشتن به لیگ برتری میهن آنقدر برآمدی خوب نشان دادن نتوانی سی سوده است و در حال حاضر در زینه آخرانی جدول موقع دارد. برای همین هم این دسته انگیزه بیشتر برای پیروزی دارد. دسته شهری تورسونزاده با یک گل بی‌جواب به پیروزی دست یافت. مؤلف گل پیروزی آوری دسته ریگر تداز سربان تیم فاتولو فاتولوف گشت. در دقیقه 60 فاتولو فاتولوف از ضربه جریمه 11 متره حساب را 1-0 نمود. البته پیروزی مذکور به دسته ریگر تداز کمک میکند تا در لیگ برتری تاجیکستان باقی ماند، ولی این را وقت نشان خواهد داد، چون که در پیش سه بازی مهم دیگر این تیم را انتظار است. Мы реально оцениваем свои ситуации, поэтому каждому сопернику мы отдельно готовимся, потому что нам просто нужны победы. У нас, как говорится, шансов не будет, потому что и каждый понимает эту ответственность большую за то, что мы сегодня вот уже шли к этой победе. После трех ничьих мы очень хотели выиграть, поэтому я думаю, эта победа добавит уверенности моей команде. ریگر تبریک میگم، از آقای داورم تشکر میکنم خیلی زیاد، از کمک داورم تشکر میکنم خیلی زیاد، دستشان درد نکنه، خیلی عالی سوت زدن. فقط من امروز این بازی تیم ریگر من یاد بحرین انداخت با ایران، چون فقط 20 دقیقه در روی زمین خواب بودن دروازه‌بان اون یکی، ما مجموعا 6 دقیقه وقت اضافه گرفته است، وقت تمام نشده، وقت اضافه گرفته است، وقت قانونی تمام نشده. من فقط تبریک میگم چون نمیتونم حرف بزنم، واقعا دیگه خسته شدم. بخوری دسته های اسخت خوجند و رفشنی ظفرآباد در بین دسته های گروه ب در دور 19 لیگ قهرمانی کشور در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند برگزار شد. در قسم اولی بخوری با فوتبال بازان هر دو دسته کشودن حساب بازی میسر نشد. 37 دقیقه قسم دوم دیدار نیز به ثمر سپری گردید. گرچند که بازیگران هر دو دسته چندین امکانیت های خوبی گلزنی داشتند، در دقیقه 82 بازی مهمانان بازیگران دسته ظفرآباد حساب را کشودند. توپ را به دروازه اسخت بختیار ظریف افزاد. بعد زدن گل از طرف فوتبال بازان دسته رفشن ظفرآباد، صاحبان میدان برای برابر کردن حساب سعی و تلاش زیاد کرده نهایت به مقصد رسیدند. توپ جوابی را 2 دقیقه پیش از انجام وقت اساسی دیدار روما هیبابا وارد دروازه رفشن کرد و واخوری با حساب 1-1 مساوی به انجام رسید. سخت بازی، خیلی много потерь в команде. Было много потерь, много травмированных игроков. Даже на поле вышли, вот четверо были больные. Даже на замене не было игроков. Ну, ребятам спасибо, доработали до конца. Горжусь, благодарен им. Спасибо всем, отработали на все 100. Чуть-чуть у ребят желание забить, оно где-то перехлёстывает, да, эмоции. Пытались успокоить, но потеряли в какой-то момент концентрацию и баланс между атакой и обороной, да, он где-то в какой-то момент нарушился, да, в сторону атаки, но пропустили этот гол. В принципе, к нему мы готовы были, я имею в виду, к этим моментам, что так они будут. У них есть один нападающий, за счет которого они играют. Ребята молодцы, что не опустили руки при этом пропущенном голе, забили, сравняли, ну, бежали, еще могли забить. Все равно молодцы.